سلام، خونه مادر بزرگه هزار تا قصه داره. امروز اومدیم با حکایت ثروت بادآورده. ماه توی آسمان می درخشی، یک نسیم خنکی هم از دور دورا می اومد و به صورت آدم برخورد می کرد. نفس را تازه می کرد. به جز صدای جیجرک هایی که خودشون رو لابلای شاخه های خشک درخت ها و شکاف دیوارها قایم کرده بودند، صدای دیگه‌ای به گوش نمی رسید. شب به نیمه های خودش نزدیک شده بود. مردم خواب بودند. اما ملا نصرالدین هنوز بیدار بود. دستش رو بالا آورده بود و همانطور که چشم به تیرای چوبی سقف اتاق خودش دوخته بود، داشت عبادت می کرد. با خدا راز و نیاز می کرد. می گفت: خدایا، ای کریم بخشنده ای که هر چیز رو به هر کسی بخواهی میدی، از دارایی ثروتت هم هیچ چیزی کم نمیشه. چی میشه که 1000 دینارم به من بدی تا به زندگی خودم و زن و بچم سر و سامونی بدم؟ وقتی دستاش رو پایین آورد و سرش رو انداخت، یه لحظه چشماش رو بست. خیال کرد که اگه واقعا خدا 1000 دینار براش بفرسته چه کارایی میتونه بکنه. برای همین بود که خیلی شاد شد. سرش رو همراه با دستاش دوباره بالا برد، با صدای بلندتری گفت: خدایا، 1000 دینارا، نه 1 دینار کم، نه 1 دینار زیاد. باید 1000 دینار به من بدی تا کاروبارم رونق بگیره. صدای مولا نصرالدین اونقدر بلند بود که از دیوار و اتاق گذشت و به گوش همسایه ها رسید. حالا همسایه مولا کی بود؟ یک آدم پولدار خیلی خسیس که دوستاش سر به سر هر کس و ناکسی بگذاره و با مسخره کردن دیگران وقت خودش رو میگذروند. مرد خسیس وقتی که صدای دعای ملا رو شنید، پیش خودش نقشه کشید و گفت: برم ملا رو سر کار بذارم و دور هم یکم بخندیم. با همین فکر و خیال 999 تا سکه داخل کیسه انداخت و گذاشت پشت در. مولا نصرالدین همینطور که داشت با خدای خودش راز و نیاز میکرد، یهو صدای جیرینگ جیرینگ سکه های داخل کیسه رو شنید. چشماش از حدقه زد بیرون. خدایا، چه اتفاقی افتاد؟ این صدای سکه ها واقعیت داره؟ نکنه واقعا خواب بود مولا نصرالدین یا بیدار؟ خلاصه بلند شد تا توی حیاط رو نگاه کنه تا معلوم بشه که واقعیت داره یا خواب میبینه. مولا در حالی که از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاره، از جاش بلند شد. با خودش خیال میکرد شاید دزد به خونش زده. برای همین وقتی که از اتاق بیرون اومد، با چشمهایی از حدق بیرون زدش همه جا رو با دقت نگاه کرد. تو روشنایی نور ماه همه جای خونه پیدا بود. غیر از چند تا سایه بلند و کوتاه درختهایی که توی باغچه بودن، هیچی دیده نمیشد. اما یهو کف حیاط چشمش افتاد به یک کیسه. زیر پاش بود. سر جاش خشکش زد. پاش لرزید، لباش تکون میخورد، کلمه های نامفهومی از بین لباش بیرون میومد. دستش رو گذاشت جلوی دهنش که مبادا صداهای ناهنجاری از خودش بیرون بده. هیچ کس نباید از این موضوع خبردار میشد. خم شد، دست برد و کیسه رو برداشت. بله، کیسه پر از سکه بود. ملا با انگشتای هر دوتا دستش که لرزش گرفته بود، کیسه رو هی فشار میداد. صدای جیرینگ جیرینگ سکه ها از داخل کیسه بهتر شنیده می شد. بی اختیار سرش رو بلند کرد، نگاهی به آسمون انداخت و گفت: خدای شکرت، باورم نمیشه به این زودی حاجتم رو روا کردی. بعد کیسه رو برداشت و دوید توی اتاق. اول یه آبی خورد تا حالش جا بیاد. بعد که آروم شد، نشست سر کیسه طلا. برای اینکه مطمئن بشه این کیسه از آسمون براش افتاده، درش رو باز کرد. سکه ها رو ریخت روی زمین. باید همشونو میشمرد تا مطمئن بشه 1000 تا سکه است. سکه ها رو مشت مشت از کیسه بیرون آورد. شروع کرد به شمردن. وقتی فهمید که یه سکه کمه، اول خیلی تعجب کرد. بعد سرش رو خاروند، صورتش رو خاروند، بعد زیر لب گفت: خدایا، 1000 سکه برای من در نظر گرفته بودی، ولی معلوم نیست توی شمارش اونا چرا اشتباه کردی. سرش رو بالا و پایین کرد و گفت: خدایا، اون یکی کمه رو که نادیده میگیرم. بعد سکه ها رو توی کیسه ریخت، گلوش رو گرفت و خوشحال از جاش بلند شد. همسایه خسیس که میدید شوخی اون کار دستش داده و ملا نصرالدین همه چی رو جدی گرفته، بلند شد و اومد توی کوچه، در خونه ملا رو زد. ملا نصرالدین در رو باز کرد. مرد داد زد: سکه هامو بده. ملا نصرالدین ناراحت شد: نمیفهمم چی میگی، کدوم سکه ها مرد حسابی؟ مرد خسیس که رنگ به صورت نداشت گفت:
کیسه پر از سکه رو من انداختم تو خونت، زود باشو برو برش دار بیار. مولا نصرالدین در رو هل داد و بست. بعدم از همون جایی که وایساده بود گفت: عجب آدم نادونی هستی، من از خدا یه چیزی خواستم، خدا برام فرستاد، حالا نمیدونم تو چی میگی که، برو به این کارت. مرد خسیس از پشت در شروع کرد به داد زدن: میرم پیش قاضی ازت شکایت میکنم. مولا نصرالدین که فقط به فکر سکه ها بود اصلا این حرفا به گوشش نمیرفت که بخواد جوابی بده. فردا صبح مرد خسیس اومد در خونه مولا، بهش گفت که باید با هم برم پیش قاضی. مولا نصرالدین هرچند که اون شب رو از خوشحالی نخوابیده بود، اما برای اینکه شر همسایه خسیس رو از سر خودش واکنه گفت: باشه، منو از قاضی میترسونی؟ بزن بریم. بعد از خونه اومد بیرون و گفت: بسم الله. مرد خسیس با عصبانیت عصای خودش رو به الاغی که روی اون نشسته بود زد و گفت: زود باش که قاضی منتظر ماه. الاغ شروع کرد به یورت برفتن. مولا نصرالدین داد زد: آی چه خبره؟ من پاهم درد میکنه، نمیتونم تند میام. مرد خسیس از روی الاغ پرید پایین، عصبانی بود، گفت: تو میخوای وقت من رو تلف کنی تا موقع نرسیم پیش قاضی، اما من از تو زرنگترم ملا، بفرما تو بشین روی الاغ من دنبال تو میام. بعد کمک کرد تا ملا درست حساب روی الاغ بشینه. وقتی که چوب دستی اون بر پشت الاغ خورد، الاغ و مرد خسیس پا به پای هم شروع کردن به دویدن، اما هنوز خیلی راه نرفته بودند که ملا نصرالدین افسار حیوانو کشید. الاغ وایساد، مرد خسیس دوید جلو، در حالی که از عصبانیت و ناراحتی و دویدن رنگش سیاه شده بود گفت: دیگه چیه؟ چرا الاغ وایسوندی؟ مولا نصرالدین با قیافه حق به جانبی گفت: مرد حسابی، الاغ تونتون راه میره، باد به بدنم میخوره، بعدم یه چند تایی سرفه میکنم، من پیر شدم، ممکنه سرما بخورم، میفتم بمیرم. مرد خسیس با مشت کوفت تو سر خودش: من از دست آدم خودخواه و خودرازی مثل تو چیکار کنم؟ مولا نصرالدین بازم سرفه کرد: تو که میخوای منو پیش قاضی ببری، باید فکر همه جاشو میکنی دیگه. مرد خسیس عبای خودش رو از دوشش برداشت، اونو انداخت روی شونه های مولا نصرالدین، گفت: اینم عبا که سرما نخوری حضرت آقا، حالا بگو ببینم گرسنه‌ات نیست؟ نون میخوای برات بیارم؟ تشنه نیستی؟ کوزه آب نمیخوای؟ مولا نصرالدین عبا رو محکم دور خودش پیچید، سرش رو بالا برد تا بگه چیز دیگه ای لازم نداره، اما الاغ راه افتاد. وقتی که رسیدن در خونه قاضی، مرد خسیس که دیگه حسابی خسته و کوفته شده بود، خودش رو زودتر از مولا به قاضی رسوند. جناب قاضی، با هر رنج و بدبختی که بود بالاخره آوردمش. مولا نصرالدین با خون سردی تمام افسار الاغ رو به تیرک چوبی که بیرون خونه قاضی بود بست. بعد هم سلانه سلانه وارد خونه شد. قاضی از مولا پرسید: این مرد ادعا میکنه که یک کیسه پر از سکه های طلا توی خونه تو داره، حرفش درسته یا نه؟ مولا نصرالدین گفت: اون دیشب به خونه من اومد، همین حرف رو هم زد، اما من نمیفهمم داره از چی حرف میزنه. قاضی رو کرد به مرد خسیس و گفت: آیا برای ادعای خودت شاهدم داری؟ مرد گفت: نه والا ندارم، اما قسم میخورم که حرفم راسته، دروغ نمیگم. قاضی یکم ساکت شد و فکر کرد، بعد سرش رو بلند کرد. به نظرش میرسید که مرد خسیس داره دروغ میگه. در همون لحظه مولا نصرالدین گفت: جناب قاضی، اگه با من کاری ندارید برم دنبال کسب و کارم، خیلی از روز گذشته، کار و زندگی دارم، زن و بچه دارم. مرد خسیس جلوی مولا نصرالدین پرید و راهش رو بست و در حالی که رو به قاضی کرده بود گفت: جناب قاضی، این چقدر پر رو بی حیاه، حتی این عبای منو از دوستش بر نداشته داره میره، وای دارم دیوونه میشم. قاضی با حیرت ازش پرسید: یعنی ادعا میکنی که عبای تو تن اونه؟ بعد رو کرد مولا: ادعای اون درسته یا نه؟ مولا نصرالدین که سعی داشت لبخندش از چشم قاضی پنهون بمونه، لب و لوچش رو جمع کرد. جناب قاضی، این مرد هر لحظه ادعای جدید و تازه ای میکنه، لابد اگه من بیشتر از این منتظر بمونم، حتما ادعا میکنه که الاغی هم که بیرون خونه است مال اونه. مرد خسیس که دیگه چشماش هیچ جا رو نمیدید شروع کرد به داد زدن: جناب قاضی، اون الاغ مال منه، اون الاغ منه، اون عبا مال منه. قاضی با شنیدن این حرف از کوره در رفت، به مرد خسیس رو کرد و گفت: چرا ادعای پوچ و بیهوده میکنی؟ من خودم دیدم که تو با پای پیاده به خونم اومدی، اون با الاغ اومد. بعد از جاش بلند شد و با تندی به مرد خسیس گفت: زود از اینجا برو که اگر بیشتر از این حرف بزنی، تو رو به جرم دروغگویی و تهمت زدن به دیگران محاکمه میکنم.
مرد خسیس از خونه قاضی بیرون اومد، در حالی که چشماش گریون بود و پاهاش میلرزید، فکرش حسابی مشوش شده بود. همون موقع چشمش به مولا نصرالدین افتاد که جلوی خونه قاضی وایساده بود، انگار که منتظر اون بود. خواست راه خودش رو بگیره و بره، اما مولا نصرالدین صدای زد. مرد خسیس وایساد. مولا در حالی که افسار اولاغ را میکشید اومد پیشمون. اول عبا را از چونش برداشت به اون داد، بعد هم افسار اولاغ رو دستش داد و گفت این عبا، اینم اولاغت. مرد خسیس که باور نمیکرد مولا نصرالدین همچین کاری کرده باشه، خیره خیره داشت نگاش میکرد. خواست یه حرفی بزنه که مولا گفت دیشب من با خدای خودم داشتم راز و نیاز میکردم، در حال عبادت بودم، تو که حرف منو شنیده بودی خواستی سر به سر من میزنی، اذیتم کنی، بعد هم مسخرم کنی، اما فکر نکردی که ممکنه من از این شوخی ناراحت بشم. منم به فکر تلافی افتادم، خواستم باهات شوخی کنم، سر به سرت بذارم، حالا این منم که دارم به تو میخندم. مرد خسیس یه کمی حالش جا اومد، یه لبخندی به زور نشون گوشه لبش. از تو میدونی که اون کیسه پر از طلا برای منه. مولا نصرالدین خندید. بله میدونم. بعد به راه افتاد و گفت وقتی به خونه رسیدم کیسه پر از سکه های تو رو برات پس میفرستم. 999 تا سکه. مرد خسیس پرید و دست مولا نصرالدین رو گرفت و بوسید. در همون حال بهش گفت چطور میتونم از تو تشکر کنم مولا؟ مولا نصرالدین سرش رو برگردوند و گفت فقط با کسی شوخی کن که با تو شوخی داشته باشه. من که با تو شوخی ندارم. و بعد هم به راهش ادامه داد. خیلی ممنون که با کانال خونه مادر بزرگی تا اینجا همراه بودین و با لایک و کامنتاتون برای تولید داستان‌های بیشتر و جذاب‌تر ما رو تشویق می‌کنید. حال دلتون قشنگ.